درود به یکایک شما دوستان خوب و گل و عزیزم در سر تا سر این کره خاکی و آبی. مهرزاد هستم، امیدوارم مانند همیشه عاشق باشید. افتخار اینو دارم امروز هم با یک اثر دیگه از مجموعه فرازمینی ها در خدمتون باشم و دانش اندک خودم رو در زمینه موضوع فرازمینیان با شما دوستان عزیزم به اشتراک بذارم. دوستان، تا امروز من برای شما 4 قسمت از مجموعه گفتگو با یک بیگانه یا همون ماتیلدا که بر اساس یک مصاحبه واقعی صورت پذیرفته رو براتون پخش کردم. امروز قسمت 5 این مجموعه رو آماده کردم که امیدوارم این قسمت هم مانند 4 قسمت گذشته که بسیار مورد توجهتون قرار گرفته، این قسمت هم مورد بذل توجه و عنایت شما قرار بگیره. یکایک شما عزیزانم رو دوست دارم و با هم به تماشای 5 قسمت از مجموعه گفتگو با یک بیگانه یا همون ماتیلدا می نشینیم. تا زمانی که ساکنین زمین علاقه خود را اظهار نکنند، سیاست دنیای مرکزی اینه که انسانها را از نیروی اعظمی خود آگاه نکنند. در واقع تاکنون به شدت پنهان نگه داشته شده و به دلایلی که بعداً آشکار خواهد شد. کمربند سیارک‌ها در نزدیکی زمین بسیار کوچک است، ولی محل بسیار مهمی برای دنیای مرکزی است. در واقع بعضی از مکان‌ها در منظومه خورشیدی به خاطر جاذبه کمی که دارند، محل مناسبی برای ایستگاه‌های فضایی هستند. ما مکان‌هایی با جاذبه کم را ترجیح می‌دهیم، مانند اقمار کرات، نیمه دیگر ماه که از زمین قابل رؤیت نیست، کمربند سیارک‌ها که بقایای سیاره‌ای است که بیلیون‌ها سال پیش نابود شده است، و در درجه بعدی مریخ و زهره، گنبدهای گچی یا سازه‌های ساده‌ای برای نیروی اعظمی دنیای مرکزی هستند. هر ناحیه از فضا که به مستعمرات دنیای مرکزی ملحق می‌شود و تحت کنترل قرار می‌گیرد، به عنوان ملک دنیای مرکزی شناخته می‌شود. ایستگاه فضایی نزدیک به زمین از این لحاظ مهم است که در مسیر گسترش قلمرو دنیای مرکزی به طرف مرکز کهکشان راه شیری و فراتر از اون قرار گرفته. البته هر کسی در دنیای مرکزی از این آگاه است، به جز ساکنان کره زمین که از این مسئله بی خبرند. EBE همچنین در ادامه گفت: ما در دنیای مرکزی این گونه عمل نمی کنیم. رهبران ما خود را به زور تحمیل نمی کنند و در مقابل اقدامات دنیای مرکزی مسئولیت کامل دارند. آنها نه از خدایی می ترسند و نه عمل بدی انجام داده اند که پشیمان شوند. درسی از تاریخ باستان، جاداشهای پرستار ماتیلدا. فوق سری، دستنویس رسمی نیرو هوایی آمریکا. پایگاه رازبل، گروهان بمب 509. آموزش من توسط EBE در امتداد شب تا صبح ادامه یافت. باید بگویم از درسی که EBE به من داد در عین مجذوب شدن مردد، شوکه، نگران و ناامید هم شده بودم. چیزهایی که او به من گفته بود رو هرگز در عجیبترین رویاها و کابوس‌های خودم نمیتونستم تصور کنم. بعد از ظهر روز بعد، پس از اون که من خوابیده بودم، دوش گرفتم و غذای خودم رو خوردم، با افراد اتاق مجاور در مورد مصاحبه شب گذشته که به نام من ضبط میشد صحبت کردم. در اون اتاق به طور معمول یک تندنویس با ماشین تندنویسی بود که هر بار بعد از مصاحبه من به او توضیحاتی رو که میخواست میدادم و همچنین 6 یا 7 مرد که میخواستن اظهاراتم رو روشن‌تر بیان کنم و مانند همیشه به من فشار میآوردم که از نفوذ خودم روی EBE استفاده کرده و او رو راضی کنم به سوالات گروه پاسخ روشنی بده. من سعی میکردم اونها اطمینان پیدا کنن که تمام سعی و تلاش خود رو به کار میبرم. با این وجود هر روز طول شب که من خواب هستم فرا میگیره و این چرخه هر روز در طول زمانی که با او سپری میکنم ادامه پیدا میکنه. موضوع مصاحبه یا درس بعدی من با EBE قسمتی از تاریخ زمین و منظومه خورشیدی و فضای اطراف اون هستش.
به خاطر تصوف و تجسم بهتر من از دنیای مرکزی. فوق سری، دستنویس رسمی نیرو هوایی آمریکا. پایگاه رازبل، گروهان بمب 509. امروز میخواهم به تو بگویم، قبل از اینکه تو موضوع تاریخ را درک کنی، نخست میبایست موضوع زمان را درک کنی. بله، زمان. زمان به سادگی یک اندازه‌گیری اختیاری حرکت اشیا در فضاست. فضا خطی نیست. فضا نقطه دید یک روح جاویدان است. زمانی که یک موضوع را روح جاویدان روایت می کند، فاصله بین روح جاوید و موضوع دیده شده را فضا می گویند. اشیا یا توده های انرژی در فضا لزوماً حرکت خطی ندارند. در این توده های انرژی در فضا لزوماً حرکت خطی وجود ندارد. در این جهان اشیا تمایل دارند یا به صورت تصادفی حرکت کنند یا منحنی و یا طبق الگوی چرخان و یا مسیری طبق قانون شناخته شده حرکت. تاریخ تنها ضبط مستقیم اتفاقات نیست، چنانکه بسیاری از نویسندگان کتب تاریخی کره زمین شما نیز اشاره کردند، زیرا این یک رشته نیست که بتوان آن را کشید و با یک ابزار اندازه‌گیری اندازش را مشخص کرد. تاریخ یک دیدگاه ذهنی از حرکت اشیا از طریق فضاست که به جای کسانی که در گذشته یا به قطع رسیده اند از نظر بازماندگان آنها ثبت گردیده است. اتفاقها و رویدادها در تعامل و همزمان اتفاق می افتند. درست همانطور که بدن بیولوژیکی شما یک قلب دارد که خون را پمپ می کند، در حالی که ریه ها اکسیژن را به سلول ها می رسانند و کبد شما سموم خون را توسط مثانه و روده ها از طریق مدفوع دفع می کند. تمامی این تعاملات متقارن و همزمان اتفاق می افتند. اگرچه زمان توالی دارد، حوادث به صورت مستقل اتفاق نمی افتند. جریانی خطی. برای مشاهده و درک تاریخ یا واقعیت گذشته باید به همه حوادث به عنوان بخشی از یک تعامل کلی نگاه کرد. زمان را همچنین می توان مانند یک لرزش که در تمام دنیا یک نواخته است حس کرد. ارواح جاودان قبل از به وجود آمدن دنیا نیز وجود داشتند. دلیل این که آنها را جاودانه می نامند این است که یک روح متولد نمی شود و همچنین هرگز نمی تواند بمیرد، ولی به صورت یک شخصیت می تواند تجسم یافته تا قابل درک کردن شود. تمامی ارواح یکسان نیستند. هر کدام کاملا هویت، قدرت، آگاهی و توانایی منحصر به فرد خود را دارند. بی‌بی توضیح داد که ارواح جاودان قبل از به وجود آمدن دنیا وجود داشتند. دلیل اینکه اونها جاودانه نامیده میشن اینه که یک روح متولد نمیشود و نمیتواند بمیرد، ولی به صورت یک شخصیت تجسم یافته است تا قابل درک کردن شود. او دقت میکرد توضیح بدهد که تمام روح‌ها یکسان نیستند. هر کدام کاملا هویت، قدرت، آگاهی و توانایی منحصر به فرد خود را دارا هستند.
او میگوید که جمعی از ستاره ها در مجاورت این قسمت جهان از 200 تریلیون سال پیش مشتعل شده اند. سن فیزیکی جهان تقریباً بی نهایت قدمت دارد، ولی محتمل است که کوادریلیون سال از آغاز آن می گذرد. اندازه‌گیری عامل زمان بسیار دشوار است و بستگی به حافظه ارواح جاودان دارد و هیچ سابقه رسمی از وقایع قبل از به وجود آمدن جهان فیزیکی وجود ندارد. همانند زمین، سیستم‌های اندازگیری زمان بسیار متفاوت وجود دارد که به وسیله هر آهنگ تنظیم شده است. قبل از تشکیل جهان دورانی طولانی بود که جهانها جامد نبودند، اما کاملا به صورت غیرمادی وجود داشتند. در کره زمین توانایی مشخص کردن این که چه زمانی ارواح جاودان به جهان فیزیکی وارد شدند به دو دلیل مشکل است. 1. حافظه ارواح جاودان در زمان ورود به زمین پاک شد. 2. ورود ارواح جاودان به زمین در زمانهای مختلف صورت گرفت. گروهی در حدود 600 تریلیون سال پیش و دیگران فقط 3 تریلیون سال پیش. هر بار در مدت کوتاه چند میلیون سال یک منطقه یا کره توسط گروهی از ارواح جاودان اشغال می شود. بعضی اوقات اونها ارواح جاودان دیگری رو به بردگی میگیرن. اونها ممکنه در کراتی با جاذبه سنگین مثل کره زمین با توسل به زور ارواح جاودانی رو که جسم انسانی دارن رو به کارهای بدنی و سخت مانند کار در معادن سنگ وادار کنن. ای بی به من گفت او بیش از 625 میلیون ساله که عضو نیروی اعزامی دنیای مرکزیه. از هنگامی که او به عنوان یک خلبان در مأموریت بررسی بیولوژیکی شرکت کرد که شامل بازدید گاه به گاه از زمین نیز میشه. او کار خود در اونجا و حتی زمانی بسیار طولانی قبل از اون رو هم به یاد داره. او به من گفت که دانشمندان زمین سیستمی که برای اندازه‌گیری عمر مواد دارن دقیق و کارآمد نیست. دانشمندان زمین این سیستم رو قبول دارن چون روی مواد مخصوصی امتحان کردن که نسبتاً سریع خراب میشه، مثل مواد ارگانیک یا موادی بر پایه کربن. اینها از نظر طول عمر بدترین نوع مواد هستن. بر اساس اندازه‌گیری سن چوب یا استخوان نمیشه دقیقاً سن سنگ رو اندازه‌گیری کرد. این یک خطایی بزرگیه. در واقع ماده بدتر نمیشه. ماده نمیتونه از بین بره. ماده ممکنه در فرم تغییر کنه. اما هرگز واقعا ماده نابود نمیشه. جهان مرکزی از 80 تریلیون سال پیش که فناوری سفر فضایی رو به دست آورد، یک بررسی دوره‌ای از کهکشان‌های این نقطه از جهان را انجام داده. بررسی پوسته زمین بر اساس تغییرات صعود کوه‌ها و ایجاد فرو رفتگی‌ها، تغییر محل قاره‌ها، جابجایی قطب‌ها، پدید آمدن و ذوب کوه‌های یخی، پدید آمدن و ناپدید شدن اقیانوس‌ها و رودخانه‌ها، تغییرات دره‌ها، در تمام موارد مواد همون مواد هستند و همیشه همان خاک. هر فرم و ماده از همان مواد اولیه ساخته شده که هرگز بدتر نمیشه.
یادداشت شخصی ماتیلدا. من حتی نمیتونم تصور کنم که چگونه ممکنه تمدنی تریلیون ها سال از نظر فنی و ذهنی پیشرفت کنه. فقط مقایسه اینه که چگونه کشور آمریکا طی 150 سال به این درجه از پیشرفت رسیده. یعنی تو همین چند نسل پیش رفت و آمد و حمل و نقل با پای پیاده و یا اسب و قایق بود. با نور شمع کتاب می‌خوندن و روی آتش غذا می‌پختن و داخل منزل لوله کشی نداشت. ثبت رسمی مصاحبه. ای بی ای توانایی های یک روح جاودان که افسر دنیای مرکزی هستش رو برای من تشریح کرد. او یکی از توانایی ها را موقع تماس تلپاتی با افسر ارتباطات ایستگاه فضایی مستقر در کمربند سیارک ها به من نشان داد. کمربند سیارک های منظومه خورشیدی از هزاران قطع سنگ خرد شده یک سیاره تشکیل شده هستند که بین سیاره های مریخ و مشتری وجود داشتند. این کمربند سیارک ها به عنوان یک محل خوب با جاذبه کم برای نقطه فرود و پرتاب فضاپیماهایی که به مرکز کهکشان ما مسافرت می کنند مناسبه. ای بی از افسر مشاور اطلاعات ذخیره شده در پرونده های دنیای مرکزی در مورد تاریخ زمین را درخواست کرد. ای بی از افسر ارتباطات تقاضا کرد که این اطلاعات را به ذهن او انتقال بده. افسر ارتباطات بلافاصله به درخواست پاسخ داد. بر پایه اطلاعات ثبت شده دنیای مرکزی، ای بی ای قادر به ارائه یک گزارش کلی و یا درس تاریخ زمین به من بود. این چیزیه که ای بی ای گفت دنیای مرکزی در مورد تاریخ زمین مشاهده کرده. ای بی ای به من گفت که نیروهای اعزامی مرکز همین اواخر بود که برای اولین بار وارد کهکشان راه شیری شد، یعنی حدود 10,000 سال پیش. اولین اقدام تسخیر سیاراتی بود که خانه امپراتور قدیم محسوب می شد. لازم به ذکر این اسم رسمی اون محسوب نمی شد، بلکه یک اسم مستعاره که نیروهای مرکزی بر روی تمدن فتح شده می زاشتن که به عنوان جایگاه دولت برای این کهکشان و مناطق مجاور فضا خدمت کرده بود. محل این سیارات در نقشه ستارگان صورت فلکی دب اکبره. ای بی ای دقیقا ستاره ها رو مشخص نکرد. در 1500 سال بعد دنیای مرکزی شروع کرد به تأسیس پایگاه برای نیروهای خود در امتداد مسیری که منجر به تصرف مرکز این کهکشان و فراتر از اون رو منجر می شد. در حدود 8200 سال پیش نیروهای دنیای مرکزی پایگاهی را برای زمین واقع در کوههای هیمالیا در نزدیکی مرز پاکستان و افغانستان ایجاد کردند. این پایگاهی برای یک گردان نیروی اعزامی دامنه بود که شامل حدود 3000 عضو بود. اونها پایگاهی را در داخل یک قله مرتفع برپا کردند. بالای کوه حفاری شد تا محیطی ایجاد بشه که به اندازه کافی برای پارک سفینه ها و اسکان افراد جا داشته باشه. تصویر دیجیتالی قله ساخته شد که برای مخفی نگه داشتن پایگاه با پروژکتور نمای مصنوعی نمایش داده شود. اسمش صفحه تصویر نیرو بود. سفینه ها میتونستن از برای اون صفحه تصویر نیرو رفت آمد کنن که هنوز هم برای انسان نوین غیر قابل رویته. به فاصله کوتاهی بعد از عملیاتی شدن پایگاه، به طور غیر منتظره‌ای نیروهای نظامی به جا مانده از امپراتوری قدیم به پایگاه حمله کردند.
با سپاس و قدردانی از سرکار بانو خانم سلماز که زحمت انتخاب تصاویر و گفتار متن شخصیت ماتیلدا با ایشون بود. از این بانوی زیبا به شخص خودم حقیقتا تشکر میکنم، چرا که اگر کمک های ایشون نبود بنده به تنهایی قادر به ساخت این کار و این اثر نبودم. با سپاس و قدردانی از سرکار بانو خانم سلماز که زحمت انتخاب تصاویر و گفتار متن شخصیت ماتیلدا با ایشون بود. از این بانوی زیبا به شخص خودم حقیقتا تشکر میکنم، چرا که اگر کمک های ایشون نبود بنده به تنهایی قادر به ساخت این کار و این اثر نبودم.